در اوج نبردها در کشور شماری از اعضای مجلس نمایندگان ادعا دارند که شماری از همکارانشان در تبانی با قراردادهای نیروهای امنیتی از این روند فسادزا سود میبرند و یا هم به گونه مستقیم این قراردادها را به دستشان دارند. جلوگیری فساد در سکتور امنیتی دفاع و دفاعی بالخصوص در بخش تجهیزات به خاطر عاجز هستیم که بعضی از قراردادهای عمده سکتور امنیتی و دفاعی خودش اعضای پارلمان افغانستان هستند. شماری از نظامیان پیشین با انتقاد از موجودیت فساد در قراردادهای وزارت‌های دفاع و داخله میگویند که موجودیت فساد در این نهادها سایه تاریک روی کارکردهای نیروهای امنیتی در میدان‌های نبرد گذاشته است. حالا همه کس ما پشت منافع شخصی خود می‌گردیم. و این واقعا تاثیر بالای جنگ فوق العاده داره. سرباز از شکمش سیر نکدی جنگ کده نمیتانه. سرباز مسائل به اصطلاح اسکانش درست نکدی مایوس میشه، به جنگ نمیره. خوب مراقبت نکدی، از او عزت نکدی، از او حرمت نکدی، به او احترام نکدی، طبعا در جنگ میبینی که هر روز عقب رفته میرون، پیش روی چیز درک نداره. اداره تدارکات ملی که روند سپردن قراردادهای نهادهای امنیتی را به دوش دارد میگوید که بیشتر از هر زمان دیگر در این روند شفافیت به میان آمده است. تطبیق و مدیریت قراردادها از طرف خود نهادهای تدارکاتی صورت میگیرد و خود وزارت ها باید نظارت همه جانبه از تطبیق قراردادها داشته باشند. تا یک سال گذشته مبارزه جدی با فساد در وزارت امور داخله صورت گرفته، تنها در بخش تدارکات، لوجستیک و تامینات 3 میلیارد افغانی در همین سال صرفه‌جویی شد. این در حالی است که اداره سیگر یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان از موجودیت فساد در بخش اکمالات نیروهای امنیتی انتقاد کرده و گفته 50% از مواد سوختبار این نیروها دزدی می شود. نهادهای امنیتی بارها از بهر عدم مبارزه با فساد و به میان نیاوردن شفافیت در قراردادهایشان زیر انتقاد قرار دارند.